خاص 20 نماینده پارلمان اتحادیه اروپا برای دعوت از احمد مسعود همزمان با آغاز درگیری های دوباره در پنجشیر، واکنش تازه خلیلزاد به فرار اشرف غنی و یک ماهگی حکومت طالبان در افغانستان و تحولات تازه در این مدت. 20 نماینده پارلمان اتحادیه اروپا خواستار دعوت از احمد مسعود شدند. این 20 نماینده پارلمان اتحادیه اروپا گفتند که احمد مسعود باید با این پارلمان حضور یابد و در مورد وضعیت افغانستان سخنرانی کند. آنان گفتند که در وضعیت کنونی باید احمد مسعود به پارلمان دعوت شود و در مورد وضعیت افغانستان بحث کند. همزمان با این گفته می شود که شب گذشته نبردها دوباره در پنجشیر آغاز شده و ولسوالی های عنابه، رخه، آبشار و پریان گواه درگیری ها میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت بوده است. در مورد تلفات این درگیری تا کنون جزئیات در دست نیست. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در تازه ترین مصاحبهش با روزنامه بریتانیایی گفته است که فرار ناگهانی اشرف غنی روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به طالبان را مختل کرد. خلیلزاد در این مصاحبه گفته است که پیش از ورود طالبان به کابل و فرار اشرف غنی به توافق رسیده بودند که او تا رسیدن به یک توافق روی حکومت آینده با عنوان رئیس جمهور به کارش ادامه دهد. به گفته او بر اساس این توافق طالبان اجازه نداشتند که تا رسیدن به یک موافقتنامه وارد کابل شوند. او گفته است که فرار غنی زمینه ورود جنگجویان طالبان را به شهر فراهم کرد و این سبب شد که مذاکرات دوحه عملاً به پایان برسد. خلیلزاد همچنان افزوده است که نیروهای امنیتی افغان با نشر خبر فرار غنی منحل شدند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان ادعاها مبنی بر توافق ضمنی یا صریح اجازه ورود طالبان به ارگ ریاست جمهوری را رد کرده و گفته که به هیچ عنوان به چنین چیز چراغ سبز نشان نداده است. گفتنی است که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین عصر روز یک شنبه 24 اسد با چند تن از نزدیکانش از کابل فرار کرد. بر اساس ادعاهای سفارت روسیه در کابل، او هنگام فرار بیش از 165 میلیون دلار را نیز با خود برده است. اشرف غنی اما ادعاهای اختلاس پول را رد کرده و در مورد فرارش گفته که او برای جلوگیری از کشت و خون و ویران شدن شهر کابل افغانستان را ترک کرده است. گفتنی است که درست یک ماه قبل از امروز نظام افغانستان فرو پاشید. یک ماه از سقوط کابل به دست طالبان می‌گذرد و در این مدت چرخه زندگی مردم به طور کامل دگرگون شده و بازار کاروبار در حالت سقوط است. شهروندان با سقوط حکومت پیشین اقدام به مهاجرت کردند و شماره با استفاده از روند تخلیه در کشورهای غربی پناهنده شدند. اکنون که این روند کامل شده و طالبان اختیار کامل کشور را در دست دارند، باز هم شماره زیاد از شهروندان دست به مهاجرت غیر قانونی می زنند و در صدد خروج از کشورند. با این وضع طالبان بارها از مردم خواستند که از رفتن به خارج خودداری کنند، اما تاکنون به این خواستها لبیک گفته نشده و مردم همچنان تلاش دارند تا از کشور بیرون شوند. از سوی دیگر با وجودی که یک ماه از سقوط حکومت پیشین می‌گذرد، اما ادارات دولتی نیمه فعال و در موارد غیر فعالند و اکثر کارمندان هنوز به کارهایشان بر نگشتند. در این میان اما زندگی زنان به طور غیر قابل تصور دچار تغییر شده است. طالبان به استثنای کارمندان زن در وزارت‌های صحت عامه و معارف و سایر کارمندان زن ادارات دولتی اجازه حضور در محل کار را ندادند. در ضمن طالبان برای از سرگیری آموزش و پرورش نیز خط و نشان کشیده و بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را منوط به جدایی صنف‌های دختر و پسر دانستند. این عمل کرده طالبان اما انتقادهای شهروندان و فعالان مدنی را به همراه داشته است.
جدا از این بحث ها، طالبان کابینه سرپرستشان را نیز اعلام کردند و همه سرپرست وزیران را از اعضای تحریک اسلامی طالبان انتخاب کردند. اعلام این کابینه نگرانی جامعه بین المللی و سیاسیون کشور را در پی داشت. آنها این کابینه را همه شمول ندانستند و هشدار دادند که انحصار قدرت و سیاست تک قومی محکوم به شکست است. درست دو روز بعد از سقوط کابل، ذبیح الله مجاهد برای نخستین بار در یک کنفرانس خبری ظاهر شد و ختم جنگ در کشور را اعلام کرد. مجاهد از تشکیل یک حکومت همشمول سخن گفت و اطمینان داد که در دولت آیندهشان تمامی اقشار سهیم خواهند بود. همچنان مجاهد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران مبنی بر فعالیت و حضور زنان در جامعه گفت که زنان بخش مهم از جامعه هستند و چگونگی فعالیت آنان بر اساس آموزه‌های دین اسلام در اجتماع مشخص شده و طالبان نیز به جایگاه و حقوق آنان ارج می‌گذارند. ذبیح الله مجاهد در نشست خبری به تمام مردم کشور اطمینان داد که طالبان از جان و مال آنان در برابر هر گونه اقدام افراد سودجو و فرصت طلب دفاع و حراست میکنند. او افزود که حکومت آینده برای نابودی کشت کوکنار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، توسعه و انکشاف در کشور به حمایت‌های جامعه جهانی نیازمند است و از جامعه جهانی خواهان همکاری با حکومت آینده در افغانستان شد. پس از احتمال حملات مجدد از سوی داعش، کشورهای غربی روند تخلیه را متوقف کردند. آمریکا آخرین کشوری بود که افغانستان را ترک کرد. آخرین هواپیمای نظامی آمریکا نیمه شب 8 سنبله میدان هوایی کابل را به مقصد آمریکا ترک گفت. به این ترتیب حضور و جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان پایان یافت. طالبان از خروج آخرین نیروی آمریکا از افغانستان با شلیک شادیانه استقبال کردند و این لحظه را تاریخی خواندند. با این حال طبق ادعای طالبان نیروهای آمریکایی پس از ترکشان چرخبال‌ها و هواپیماهای کشور را آسیب زده و سیستم رادار میدان هوایی کابل را تخریب کردند. ذبیح الله مجاهد گفت که این نیروها میلیون‌ها دلار به افغانستان ضربه اقتصادی وارد کردند. با این حال به دلیل خراب بودن سیستم رادار و نبود کنترل روی ترافیک هوایی، پروازهای بین المللی به افغانستان متوقف شد. به تازگی طالبان از قطر و ترکیه کمک خواستند تا کنترل میدان هوایی را بر عهده بگیرند. تا کنون تنها هواپیماهای از قطر، پاکستان و ایران بعضی پروازها را انجام دادند. طالبان اطمینان دادند که به زودی پروازهای بین المللی از سر گرفته می شود. طبق اعلام سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا کریس دوناهو، فرمانده سپاه 82 هوابرد ارتش آمریکا، آخرین نیروی این کشور بود که نیمه شب 8 سنبله کابل را ترک کرد. تشکیل جبهه مقاومت ملی و رویارویی با طالبان. با این حال پس از مدت جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در پنجشیر شکل گرفت. مسعود به طالبان هشدار داد که در صورت تشکیل نشدن دولت همشمول و فراگیر به مبارزاتش ادامه می‌دهد. هرچند دو طرف مذاکرات را برای رسیدن به یک توافق آغاز کردند، اما ظاهراً این مذاکرات نتیجه در پی نداشت و طالبان به زور متوسل شدند. در پی لشکرکشی طالبان به پنجشیر، جبهه مقاومت نیز به مقابله پرداخت و سبب تلفات سنگین دو طرف شد. تا کنون میزان دقیق تلفات دو طرف مشخص نشده است. پس از چند روز نبرد نفسگیر، طالبان به داخل پنجشیر پیشروی کردند و در این نبردها چهره‌های مشهور چون فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره از نزدیکان مسعود نیز کشته شدند. پس از این حادثه احمد مسعود مردم را به قیام عمومی علیه طالبان فراخواند. او از مردم خواست که با استفاده از هر شیوه و ابزار ممکن علیه طالبان قیام کنند. پس از این همه در 15 سنبله طالبان وارد پنجشیر شدند و خبر سقوط این ولایت را به نشر رساندند. این خبر اما از سوی جبهه مقاومت ملی رد شد. این جبهه گفت که مبارزه اش علیه تمامیت خواهی طالبان ادامه دارد. همچنان در جنگ پنجشیر خبرهایی از مداخله نظامی پاکستان نیز به نشر رسید.
این خبر اما از سوی طالبان و پاکستان رد شد. این جنگ ها در حال شدت گرفت که جنرال فیض حمید رئیس سازمان استخباراتی پاکستان 13 سنبله به کابل آمده بود. گفته شده بود که این سفر به دعوت طالبان انجام شده است. جزئیات زیادی از گفتگوها و دیدارهای فیض حمید رسانه‌ای نشده است. طالبان میگویند که مشکلات مرزی یکی از محورهای گفتگو بوده است. با گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، پاکستان پیشنهاد کرده است که با افغانستان در تامین امنیت میدان هوایی کابل کمک کند. ویدیوی کوتاه از سخنان فیض حمید که در هتل کابل سیرنا ثبت شده به نشر رسیده است. او در این ویدیو در سخنان کوتاه در پاسخ به خبرنگاران میگوید نگران نباشید، همه چیز خوب خواهد شد. با گزارش رسانه‌های پاکستانی سفر فیض حمید به کابل یک روزه بوده است. همزمان با ورود گروه طالبان به پنجشیر، کابینه سرپرست طالبان نیز اعلام شد. اعلام این کابینه اما اعتراض‌های جدی را در پی داشت. طالبان 16 سنبله اسامی سرپرست رئیس الوزرا و اعضای کابینه خود را اعلام کردند. طبق فهرست اعلام شده کابینه جدید طالبان 33 را شامل می شود. ملا محمد بن حسن آخوند با دو معاون به عنوان سرپرست رئیس الوزرا تعیین شده است و ملا عبدالغنی برادر و ملا عبدالسلام حنفی به عنوان معاونان او کار خواهند کرد. اعلام کابینه از سوی طالبان واکنش های متفاوت کشورها را به همراه داشت. شماره از کشورها به استثنای پاکستان کابینه طالبان را همشمول ندانستند.